خب پس به این ترتیب ملاحظه میکنید که نه تنها این افشاگری و بی آبرو کردن متقابل، البته اگر آبرویی مونده باشه، مثلا بین باند احمدی نژاد و باند خامنه ای جریان داره، بلکه حتی در داخل خود باند ولی فقیه هم باندها علیه همدیگه افشاگری میکنند و پته همدیگه رو روی آب میندازند. اما راستی چرا؟ رسالت عسکر اولادی، اگر در انتخابات تنازع نباشد به جشن ملی تبدیل می شود. عسکر اولادی در همان مطلب دو سطر بعد: باید مراقب باشیم انتخابات به تنازع کشیده نشود که این از اهداف دشمنان است. رسالت منوچهر متکی در همایش سراسری جبهه متحد در چهار محال و بختیاری. سلطه جهانی رقیب اصلی انتخابات است. کاهش مشارکت و زمینه‌سازی برای تحریم انتخابات و به دنبال آن زیر سوال بردن مشروعیت نظام در داخل و خارج از کشور از اهداف شوم دشمن در این برهه از زمان است. معمولا رژیم در ارتباط با انتخاباتش عناصر و مهره هایی که دست در کار انتخابات هستند به یک اقداماتی دست میزنند برای فریب، برای رأی جمع کنی. در دفعات قبل ما شکلی از ابتذال رو در این اقدامات دیدیم. آیا الان هم شاهد یک همچین اقداماتی هستیم یا نه؟ خب طبعا همیشه رژیم اینطور اقدامات شیادانه و فریبکارانه داشته، ولی به واقع این بار مرز شکنی رو باید بگیم در این رابطه هست. یعنی افلاس این رژیم از اونجایی که شدت تنفر مردم رو از این انتخابات قلابیش میدونه و از اونجایی که در واقع در افلاس قرار گرفته، به همین خاطر از همه شیوه ها در شکل خیلی عریان‌تر استفاده میکنه. مثلا یک نمونه رو من بگم، خب توی خیلی از کشورها به طور مرسوم خب این که مثلا پول بدن رأی کسی رو بخرن، این مذموم نکوته جرم حساب میشه. تو رژیم طبعا قبلا به شدت استفاده می شد، ولی الان خیلی علن. مثلا یک نمونه هست که من به عنوان یک نمونه میگم، اومده اسمش رو، اون کاندید به صلاح انتخابات که خودش کاندید کرده، اسمش رو پول نوشته، مهر انتخاباتی جو زده، همین رو پخش میکنه. یعنی حتی به صورت ظاهر رو رعایت نمی کنن. و یا اینکه مثلا توی همدان همین کاندید موجودش که داره به صورت انتخابات رو مطرح می کنه، این اونجا مثلا قضا داره پخش می کنه، یا مثلا توی ملایر روغن نباتی. یا این افلاس و اینکه این کفکی به تایبی خورده به این صورت که حتی سر مجالس ترهیم، حتی توی مثلا قبرستون میرن دنبال اینن که بتونن یه رأی جمع کنن. و یا یک شکل دیگه از این فریبکاریشون، مثلا اومدن این موبایل و یا خود چیز رو خلاصه به جوونا مثلا بدن. البته خب در همه این اشکال دست رد از طرف مردم و جوانان به سینه اونها زده میشه و به تمسخر میگیرن. ولی همینطوری که شما گفتین ابتذال هست و بوده، ولی الان مرز شکنی کردن و به در واقع به اشکال خیلی بیشتر نشون میده خودشو. این در حالیه که فعلا تبلیغات انتخاباتی شروع نشده، ولی از اونجایی که این افلاس رو بیش از هر کس خود رژیم میدونه، این شکل ها و این شیادگری ها رو ادامه دادن و دارن انجام میدن. بله، ما هم از بینندگان عزیز تیک تاک میخواییم که هر یک از این نمونه ها رو که دیدن بر روی فیسبوک یا برامون تعریف کنن و یا حتی فیلم یا عکسی از اون رو برامون بفرستن.